بر اساس حکم مصطفی محمد نجار وزیر کشور سولت مرتزوی مسئولیت برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی و همچنین انتخابات میان دوره مجلس خبرگان رهبری در استانهای خراسان رضوی و کردستان را بر عهده گرفت و به این ترتیب فعالیت برای اولین انتخابات کشور پس از انتخابات بحثانگیز ریاست جمهوری سال 88 کلید خورد. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری خرداد 76 سید سولت مرتزوی به درخواست استاندار وقت استان خراسان به بیرجن منتقل و مسئولیت فرمانداری این شهرستان را بر عهده گرفت اما تنها چند ماه پس از تصدی این سمت طی حکم دیگری فرمانداری این شهرستان را به شخص دیگری سپرده و راهی تهران شد وی پس از دوم خرداد و پیروزی اصلاح طلبان در سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مشغول و به عنوان معاونت این سازمان انتخاب شد. آقای مرتزوی در دوران حضورش در این سازمان مدیر مسرودی ارگان رسمی سازمان زندانها روزنامه حمایت را رو بر عهده گرفت و همزمان عضویت علل شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی و نیز جمعیت روزنامه نگاران مسلمان تشکل موازی انجمن سنفی روزنامه نگاران را رو نیز پذیرفت. او در جریان انتخابات ریاست جمهوری نهم به عنوان رئیس ستاد انتخاباتی محمود احمدی نژاد در خراسان جنوبی انتخاب و با حمایت ائمه جمعه و نمایندگان دست راستی این استان در مجلس شورای اسلامی به عنوان استاندار خراسان جنوبی منصوب شد. از سوابق آقای مرتزوی میتوان به بخشداری مرکزی فارسان، فرماندار بیرجند، مدیر کل اقدامات تأمینی و تربیتی زندانها، مدیر کل امور اداری مالی سازمان زندانها، مدیر مسئول روزنامه حمایت، دبیر اجرایی انجمن سنفی روزنامه مسلمان، دبیر انجمن روزنامه مسلمان، استاندار خراسان جنوبی و معاونت سیاسی وزارت کشور اشاره کرد. در این میان برخی منابع داخلی از وجود هاشیه هایی در زمان تصدی سمت های مختلف آقای مرتضوی سخن به میان می آورند. از جمله هواشی مطرح شده میتوان به عدم انجام تشریفات در جریان سفر غیر رسمی محمد خاتمی به مناطق زلزله زده بم در زمان تصدی فرمانداری بیرجن موضع گیری ها و عملکرد او در جریان تبلیغات انتخابات و نیز واکنش تند و عصبی وی در جریان شمارش و اعلام لحظه به لحظه نتایج انتخابات در بامداد سوم خرداد 76 و همچنین درگیری فیزیکی وی با شیخ قدر الله نماینده قزوین در راهروهای مجلس شورای اسلامی در زمان تصدی معاونت وزارت کشور اشاره کرد احمد باطبی صدای آمریکا واشنگتن